و در همین رابطه رشید اسماعیلی روزنامه‌نگار و عضو شورای مرکزی ادوار تحسین بهتر در گفتگوی تلفنی با فریده رهبر در مورد گستردگی اعتراضات دانشجویی و افزایش شمار دانشجویان بازداشتی در کشور صحبت کرده. دانشگاه همیشه یک محلی بوده برای اعتراض سیاست‌های حاکمیت جمهوری اسلامی، خصوصا در 4 سال گذشته جنبش دانشجو در صف مقدمه مبارزه با حاکمیت انحصارگرا و اقتدارگرا و دولت‌های احمدی نژاد بود و به خصوص بعد از اون چیزی که بعد از ما کودتای 22 خرداد بود، این بازداشت دانشگاه‌ها با یک چهار ملتهب‌تری هم مواجه بود، چون اینکه ما شاهد اعتراضات مختلف دانشجو در دانشگاه‌های تهران و شهرستان‌ها بودیم، در شیراز، در اصفهان، در کاشان، در مازندران، در گیلان و حتی در دانشگاه آزاد اهواز، دانشگاه آزاد در دفعه گسترده و همراه دانشگاه سراسر توی اعتراضات شرکت داشتن و خصوصیت عمده این اعتراضات هم این بود که در واقع یک جور گستردگی بیشتر، یک جور همراهی خیلی بیشتر توده دانشجویی نسبت به سالهای قبل ما توی اعتراضات میدیدیم، که این به نحوی میتونه برگرده به اینکه ما الان اعتراضات دانشجو در شرایطی شاهدش هستیم که جامعه هم جبهه ملتهبی داره و یک جنبش مردمی در سراسر جامعه هست و طبیعتا جنبش دانشجو هم از این جنبش مردمی متاثر میشه و به نحو گسترده‌تری ادامه میده به فعالیتش. آقای رشید اسماعیلی، به نظر شما هدف دولت از این بازداشت ها چی هست؟ طبیعتاً تنها کاری که حاکمیت اینجا مواقع میکنه سرکوب درمانیه و به همین راه حل بارها آزموده و به خطا آزموده، سرکوب درمانی روی آورده، بازداشت های گسترده کرده، در همین به سر دانشجویان که شیراز بازداشت کرده، از دانشجویان که آزاد به سر بازداشت کرده میخواد درمان سیما، از اعضای دفتر تحکیم وحدت، از اعضای گروه دانشجویان دانش آموزان خان لیبرال که آقایان بزرگ هاشمی موسوی و فرزانه رؤوفی، اسفند ولدشو، سیما شکوهی و علیرضا زاهدی بازداشت شدند و عباس حکیم زاده از شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت، دانشجویان در تبریز، در کردستان و ملل خیلی گسترده هستند، اصلا میشون نمیشه هشته. به نظر من هدف عمده این پروژه سرکوب درمانی جلوگیری از اعتراضات دانشجو در رشته 19 آذر هست و من معتقدم که این پروژه به موفقیت نخواهد انجام و 19 آذر امسال هم اتفاقا خیلی پرشکوه‌تر و گسترده‌تر از سال دیگه برگزار خواهد شد، چرا که این در واقع فعالین دانشجویی نیستن که دانشجو را به عرصه فعالیت میکشن، بلکه این جو نارضایتی عمومی است که دانشجو را وادار به اعتراض میکنه و امروز حاکمیت با چند فعال دانشجو شناخته شده مواجه نسبت با توده دانشجو مواجه هست و این توده دانشجو در 16 آذر حضور خواهد داشت و به اعتراض خودش خواهد پرداخت.